آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شجاعی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و دستاندارکاران این برنامه وزین. ممنونم. جناب آقای شجاعی، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد آمار بالای اعدام کودکان در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که با وجود اینکه قوانین ایران ظاهر برگرفته از شرع هستند، متاسفانه در این موارد به موارد حد اکثری فتاوا مراجعه کردند و فراموش کردند که شریعت اسلامی شریعت سمحه و سهله است. علاوه بر اینکه قوانین ایران، قوانین کیفری ایران بعضاً با قوانین جهانی و کنوانسیون‌های جهانی و با آنچه که عقلای عالم به نتیجه رسیدند و قوانین جهانی و حقوق بشر موافقت و مطابقت نداره. متاسفانه این امر اعدام کودکان با وجود اینکه بسیاری از فقهای بزرگ که من الان فرصت نکردم مراجعه کنم، ولی اینها معتقدند که علاوه بر بلوغ رشد و عقل شرط هست در اینکه بخواد حدی اجرا بشه یا قصاصی حتی اجرا بشه، متاسفانه دست به این عمل میزنن. در حالی که من خاطرم است یه زمانی در یک دفتر وکالتی مشغول به کار بودم، در اونجا موردی بود، یک کودکی که یک معلم رو کشته بود و در اونجا واسه فرجام خواهی طبق ماده 144 که خلاف بیان شرع هست، ما همه فتاوا رو بررسی کردیم، دیدیم بلکه فتاوایی که رشد رو شرط میدونن در اجرای حد و قصاص شاید بیشتر از فتاوای دیگر باشه و رشد در قانون ایران به 18 سالگی تعریف شده. بنابراین طبق بیان شرع قاعدتا نباید زیر 18 سال کسی اعدام بشه. بله، آیا اعدام این تعداد از کودکان مجرم زیر سن قانون در میان مردم ایران عملا باعث ایجاد نفرت نمیشه؟ عذر میخوام صداتون رو نداشتم. بله، باز مجددا عرض میکنم خدمتون. الان صدا ما دارین آیه؟ صدا متاسفانه نمیاد. دوستان اعلام کنم به من؟ بله الان صدا میاد. اوکی الان؟ بله. آیا شجاعی، آیا اعدام این تعداد از کودکان مجرم زیر سن قانون در میان مردم ایران عملا باعث ایجاد نفرت نمیشه؟ 100% همینطوره. 100% همینطوره. و موجب نفرت میشه، موجب عوارض بسیاری در خانواده های میشه که کودکانشون رو از دست میدن، در حالی که کودک قطعا اون رشد عقلی لازم رو نداره که بتونه دقیقا تشخیص بده که چه میکنه. و شرع هم تا خیلی از فتاوا موافقتی نداره با این امر که کسان زیر سن قانونی و زیر سن رسیدن به سن رشد اعدام بشند. و علاوه بر این که در میان ایرانیان همونجور که پرسیدید و فرمودید نفرت ایجاد میکنه، در سطح جهانی هم اثر مطلوبی نداره و موجب وهم شرع و فقه میشه. بله. چه راهکار قانونی برای مقابله با این پدیده در سطح بین المللی و راهکار شرعی برای الزام حاکمان ایران به رعایت موازین دینی در این زمینه وجود داره؟ قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی خب مانع از این هم هستند، ولی جمهوری اسلامی در مواردی که کنوانسیون های بین المللی و قوانین جهانی بخوان قوانینش رو محدود کنند، متاسفانه تأثیری از اونها نمیپذیرند. الان نهادهای بین المللی مرتباً این امر رو محکوم میکنند. بله، تشکر میکنم از شما. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آنکارا با ما همراه بودند.